سلام دوستان وقتتون به خیر باشه باید یادآوری بکنم همین اول داستان اگر دنبال این هستین که حرفای با ادبانه و در چارچوب زده بشه دعوت میکنم از شما که این روزها ابدا نزدیک کانال من نشین شما من لازم هست تعارف رو کنار بذارم سریح صحبت بکنم بعضا چیزهایی بگم که بعضیها لایقش هستن پس ممکن است اگر شما انسان مخوض و حیایی هستین حرفای من این روزها دور از محضر شما باشه این نکته اول نکته دوم دوستان عزیزی بحثی رو درباره من مطرح کردن که من قبل از اینکه ویدیوهای عجیب و غریب امروز و خدمت شما ارائه بدم لازم هست یادآوری بکنم دیدم یک شای یک جمعی جلسه داشتن یک رفیقی البته یک نارفیقی از اینجا بعد باید بگم نارفیق. یک نارفیقی برگشته گفته که تحلیلگر به خاطر پول داره این کارا رو میکنه ببین همه تو میدونین که ما الان در هفته تبلیغاتیم هر ماه یک هفته تبلیغات داریم شماره کارت میدیم حمایت مالی جمع میکنه و حرفای از این دست. تو کانال هم گفتم چند روزه دارم یادآوری میکنم این یک هفته هیچ کجا ادمین های ما نه در اینستاگرام نه در هیچ شبکه اجتماعی نه در کانال هامون نه در پیام رسان های داخلی هیچ کجا شماره حساب نخواهند داد ما این هفته این ماه اصلا هیچ کجا شماره حساب نمیدیم حمایت مالی هم نمیخوایم و جمع نخواهیم کرد از کسی نمیپذیریم به خاطر اینکه میخوایم مشخص که ما داریم برای وطن بازی میکنیم یا اینکه ای داریم که اون دغدغه چیز دیگه است بریم فضا رو بررسی کنیم ببینیم که چه خبره دیشب ساعت دو شب بعد یک خبر رو در شبکه های اجتماعی کانال‌های های وطن فروش منتشر کردن تحت عنوان که اشنویه سقوط کرد چه نشسته اید که اشنویه سقوط کرد اول تصویر شما من کلی فیلم و عکس از اشنویه براتون بریم اصلا قدم بزنیم تو اشنویه ببینیم کجا سقوط کرده داداش داری در کجا سقوط میشه یه جای دیگه هست تو دنیای فانتزی تو اول جاشو توی نقشه ببینید تصویری هست از اشنویه دقیقاً چسبیده به اقلیم کردستان شهری با حدود 50 60 هزار تا جمعیت یه خورده بیشتر یه خورده کمتر دقیقا چسبیده به اقلیم کردستان من روز اول سوالی که برام پیش اومد این بود گفتم که بعضی از رفقای ما خودشان را به اسم ملیگرایی تبلیغ کردن امروز در کنار طلب طلبان امروز آتش بیار فتنه احزاب هستن که یک طرفش تزدی طلبان چجوری ممکنه؟ شما چیپترین ترین مسخره ترین بعضا فکر و دروغ ترین شایعه ها در ضد انقلاب و ببخشید تجزیه طلب ها رو می اومدید دراش برنامه می حالا امروز تجزیه طلب وسط میدان اومده شهرهایی رو داره تلاش میکنه روش دست بذاره و بحران آفرین کنه بزهای کوهیشون را افتادن اومدن تو اشنویه بعضیشون. و شما امروز هم قسم شدید به اونها میشه مگه همچین چیزی نه همچین سرگیجه ای ما در بازی مافیا نداریم بریم فضا رو بررسی کنیم فیلم عکس اول ببینیم چیزهایی که دیروز وطن فروشا منتشر کردن بعد اصلا میگم این فیلم ها از کجا آمده، داستان اینا چیه برای چه ساعتیه و در نهایت فیلم های دیگری هم هست که خدمت شما متشکرم کردن فیلم اول ببینیم دوستان فکر کنم من آره بذار من سری این فیلم ها رو قطع کنم به خاطر اینکه بعضی از این فیلم ها حق کپی رایت دارن تاثیر اولی هست که از اوشنوی پخش کردن روی صحبت ما کنیم این که با چوب و چماق و به اصطلاح خودمون سلاح سر در خیابان ها دیده میشن بعضی از اینها سلاح گرم دستشون آدم کشتن همونا فریاد زدن گفتن بریم به پلیس بگیم بیا جمع کنه اگه پلیس کشه بود چرا میخوای به پلیس کی؟ فیلماشو در ویدیو بعد میبینیم یه فیلمای براتون جمع کردن که اصلا شوکه میشید هیچ کجا نشون نخواهد داد بله جمعیت رو توی خیابون مشاهده میکنی ببین اینها شبیه هواداران عصبی یک تیم ورزشیان توی کانال ها اومدن اعلام کردن که اوشنوی سقوط کرد ساعت دو شب حدود سه شب داستان چیه من ساده خدمت شما عرض کنم این فیلم بعدی که روی صحبت من همزمان داره پخش میشه فیلم آتش زدن بانک ها هست در اوشنوی یک آقایی در توییتر این آقا برادرش در آبان 98 در کرمانشاه کشته شد از شهر مرزی اوشنویه بلند شده اومده توی آشوبهای کرمانشاه میدانداری کرده لیدر بوده و کشته شده این آدم الان به شدت داره موجسازی میکنه فیلمی رو دو شب اومده تحت عنوان سقوط اوشنویه منتشر کرده بعدش همه در توییتر شروع کردن سریالی این خبر رو کار کردن کانال های هم کار کردن فیلم برای ساعت ها قبل تره برای خیلی قبل تره اصلا ربطی به دو شب نداره دو شبش رو میخواید با هم ببینیم بریم دو شبش رو بررسی کنیم ببینیم که دو شب داستان در اشنوی به چه شکل بوده؟ یک رفیقی هست که ایشون به اصطلاح خودمان یک خودرویی رو برداشته یه پراید سفید برداشته تو این شهر چرخیده ببینیم اونایی که اشنویه رو ساقتش کردن کجان ببینیم ویدیوشو بسم الله الرحمن الرحیم اشنویه ساعت دو بام داد مبرخه دو هفته هزار تا سد و یک بعد از آرام تازیم خیلی خب فضای شهر رو دارید میبینید اینجا شایعه هایی در فضای مجازی مطرح میشه برای اینکه بتوانند در سقوطی که در مجازی ایجاد میکنن در حقیقی یک خروجی بگیرن میخواید علتش رو بهتون میگم چون موجشون اینها خابیده این موج مرده است من ویدیوهایی به شما ارائه داد خواهم داد از گریه کردن اینها روی آنتن فریاد میزنه میگه همه چیز تموم شد موج شروع کرده بودیم تموم شد یه کاری بکنید همش ویدیوهاشو خدمت شما نشون خواهم دادم قبل از اینکه عبور بکنیم من دیدم که بعضی گفتن که آقا این بحثای تزیه طلبی اینه که میگن دروغ میخوان مردم رو خام کنن اینا خود معترضین اند خود مردم هن. باز یادآوری کنم چجور چطور ممکنه که یه جماعتی یک بازه زمانی به اسم مقابله با تجزیه طلبی دفاع از ایران و ملی گرایی مخاطب جمع بکنن الان تجزیه طلب روی شهر مرزی تو با اقلیم کردستان دست گذاشته بعد تو داری یه چیزای دیگه میگی این قابل تحلیل نیست اصلا نمیشه نگاه مثبتی به این داستان داشت و این روزها در شرایطی که عده ای منحرف میکنن هواداران رو و در شرایطی که برخی امارهای پولی سکوت کردن مردم تمام قد در وطنشون هستن فیلمها و عکساش رو با همدیگه خواهیم دید من میخوام قبل از اینکه این فیلم ها و عکس ها رو با هم دیگه ببینیم چون یه ادعای کرده گفتم مش خوابیده این فیلم رو نگاه بکنید. فیلمی هست از دیروز معصومه علی نژاد قومی کلا دعوتش میکنن روی آنتن سعود اینترنشنال فریاد میزنه میگه که ترون علی یوسی آیه اون یارو اسمش کیه اسخر فرهادی خروش بکنید فریاد بزنید دعوت بکنید به خیابان ها ببینید چه هفته داره میزنه چون از علی کریمی دیوس آوردن پای کار تا مهران مدیری پفیوز آوردن مظلوم نمایی بکنه موجشون نگرفت به خود شما موج خوابید هرچی نمایی کردیم هرچی موج دادیم هرچی دعوت کردیم به تحلیل این فضا داره آروم میگیره باید زندهش بکنیم کی بیاد وسط میدان زندهش بکنه ترانه علی دوستی حرف بزنه اون یارو اسخر فرادی حرف بزنه البته من اینو بگم حرفو باید یکی از تو جمع ما بزنه با کمک یه سری آدمی که بازی رو نفهمیدن شهروندای خنگ بازی هستن که اینا بگن که نگاه کن هوادارای خودشون اونایی که از ملی گرایی اینو الان اومدن وسط میدان مردم پس شما هم بیایید بفهمید الان آخرشه موج زنده بکنیم نظام به اصطلاح خودمون ساقتش بکنیم اینا بازی رو این شکلی احیا خواهند کرد از این مسخره بازی اسخر فرادی و ترانه چیزی هر نمیاد ولی به هرجت نگاه بکنید لحظاتی از حضور مسیح علی انجان. این میخه پایانی هست بر موجی که اینها داشتن بالا میبردن در مجازی همچنان دارن سعی میکنن داغش کنن ها اوضاع در مجازی به تخیل اینها بحرانیه اما اون چیزی که دارید میبینید نشان میدهد که بازی تموم شده است با همه وجود آمدن پای کار اما بازی رو تموم شده میدونن که این شکلی گریه میکنن ببینید ویدیو رو بابر کن من تمام این مسئله ها اینا رو من قلبم میگیره قلبم میگیره الان وقتش اگه ما این کارو به اگه ما این کارو جا بله همونطور که میبینید این لحظه پایانیه الان وقتشه اگر ما کاری نکنیم به هیچ جا نمیرسیم حتی مه... مهره های پنهان خودمون هم سوزوندیم آخه ببین بازم میگم توی شهر و مافیا وقتی میخوای مافیا رو بشناسی ببین کجاها میشه که دوتا آدمی که یه جاهای عجیب و غریب بازی کردن بیان پشت دست هم دیگه شهروند پشت دست مافیا بازی نمیکنه ملیگرا اونجا که تجزیه طلب وسط میدان هست بازی نمیکنه نه دیگه اینا همه مهرهاشون سوزوندن این موجه نگرفت گفتن از مسیر یک موج اجتماعی شروع بکنیم یک موج به ظاهر شما همه رو آوردن پای کار سلبریتی های دنیا توجه همه رو جلب کردن به ایران در دنیا همه شروع کردن علیه ما بیانیه دادن همه به ایران خیره بودن بازم نتونستن موج زنده نگه دارن دارن دست و پا میزنن که یه کارهایی بکنن در سکوت خیلی ها من لازم هست یادآوری بکنم به دوستان خودم به آنهایی که همچنان نمیدانند چه کار باید بکنن داد و بیداد برادر که برادر تنهاست جنگ را وامه گذاری پیمبر تنهاست یک به یک در ملعه آم و نهانی رفتن همه دنبال فلانی و فلانی رفتن همه رفتن غمی نیست علی میماند جای سالم به تنش نیست ولی میماند تو شرایطی که امارها و خواست خفه خون گرفتن دامن اسمتشون لکیدانش تا سه روز یه کلمه حرف نمیزدند، تو شرایطی که آن دیگران خودشان را نشان دادند مردم با همه زخم هایی که بر بدن دارند با همه ناملایمت هایی که بوده دیروز یک حرکت عجیب و غریب رو رقم زدند آمدن وسط میدان ببین این حرکتی که دیروز اتفاق افتاد از این جهت بیحد مهمه چون ما معمولا حضور میدانی مردم رو در کشور خودمون زمانی شاهد هستیم که آیت الله خامنه ای میاد هشدار میده امام بعضی ها و ایزت نشان بعضی های دیگر میاد هشدار میده میگه مردم آگاه باشید اونجا همه میریزن کف خیابون الان بدون اینکه ایشان اعلام بکنه عده دیروز در نقاط مختلف کشور اومدن کف خیابون راه های عجیب و غریب این بچه ها چون اون چیزی که رخ داد بعضی جاها واقعا بچه ها بدون اینکه امکانات تاثیر برداری داشتن فقط بعضیشون به من پیام دادن گفتم مثلا تحلیلگر به خاطر اینکه بدنشون بدم جمعیت چقدر سه دقیقه فیلم گرفتن سه دقیقه فیلم گرفتین چی گو یعنی مثلا جمعیت داشته می اومده من خلافش همینجوری سه دقیقه رفتم گفتم خود دمت گرم مثلا کاش یه چیزی داشتی بالا تصویر میگرفت می به ما میداد به ملت توضیح بدیم داستان در ایران به چه شکله میخوام بعضی از فیلماشو ببینیم فیلمای خاص انتخاب کردم بعضی ها امروز تلاش میکنن القا بکنن که فضا اصلا دعوا با بس تزی طلب کف میدان باشه من با تو کاری ندارم من و تو میخوام یه دعوایی بکنیم کف میدان ب... پیرامون مسئله حجاب بیا بریم فعلا پیرامون حجاب با هم بازی کنیم ما با تزی طلب کاری نداریم بابا ما قبلا توضیح دادیم که ملی گرا هستیم میخوام بریم یه اعتراض دیجی ای بکنیم نه تو داری اعتراض میکنی چون موج اون باید زنده بشه موج اون خابیده اون موجش رو باید زنده بکنه با کمک اینا باید زنده بکنه که فکر میکنن بازی چیزی است کاری ندارم با این صحبت ها میخوام یه سری فیلم و عکس ببینیم از خانم که اینا محجبه نیستن دیروز یه خانمی به من پیام داده مشابه هم خیلی زیاد بود تا اینستاگرام قبل از اینکه دسترسیم قطع بشه به کار برای که اصلا از اینا خیلی زیاد داشتم طرف گفته شما اصلا حالم از گشت ارشاد به هم میخوره احجاب به هم میخوره از همه اینها به هم میخوره فکر کنم میخواست بگه از تحلیلگر به هم میخواد از تفکر تحلیلگر به هم میخوره مون چون به خودم پیام داده روش نشد دیگه گفت ولی این داستانو جمعش بکنید این دلغک هایی که کف خیابون دارن مسخره بازی همین داستانو جمعش بکنید من میخوام یه سری فیلم عکس ببینیم به این فکر بکنید چرا که خانومی که بی حجاب است سیروس اومده کف خیابون لیدر شده داره شعار میده علیه کسانی که تجمع کرده من میشه همچین چیزی مگه اون هم شکل محسا نیست مگه محسا جان خودش رو از دست نداد به رحمت خدا نرفت مگه اون نمیتونه یکی از کسانی باشه که فردا به اونم گیر بدن بگم مثلا خواهرم حجابت پس چرا داره همچین کاری میکنه به خاطر اینکه او هزار قدم از خواص های این مملکت جلوتر هزار قدم از این و آن جلوتر فهمیدی که بازی فراتره بازی که امروز کف میدان داریم خیلی فراتر از این صحبته میخوام یک ای رو ببینیم از یک دختر خانومی مردم دارن توی مترو راهپیمایی میکنن چون این راهپیمایی بخشش به مترو هم کشید حالا شعاره دادن من همه شعارهشون پخش هم کرد بعضیش رو قطعا تعجب خواهید کرد بعد اینجا داره شعار میده اینجا داره شعارهایی میده به نفع حاکمیت میخوام ببینیم این شعارها رو الله محافظ، الله محافظ، الله محافظ، الله <تصفيقاش> ما شاله به این همه شرافت ما شاله الله این همه شور ما شال الله این همه حلال زادگی هایی که به صلاح خودمون تا دیروز نان میخوردن از ملیگرایی و از انقلابیگری امروز باید خودشون رو نشون بدن در غیر این صورت باید در خیلی چیزها شکن. چرا آقا چرا اینجوری صحبت می‌کنید بخاطر تزی طلب وسط میدانه تزی طلب وسط میدانه توی اشنویه اومدن جو را انداختن که رژیم ساقط شد اصلا چرا چرت و من اون موقعی که بزرگترهای شما گنده های شما با موزایک تو غرب کشور ما سرباز سر میبریدن تو 8 سال جنگ تحمیلی میرفتن پای عروس و داماد سرباز سر میوردن کردای ما رو سر میوردن ما وسط این میدان بودیم ما نترسیدیم الان بخوایم بترسیم از چهار تا جوجه کردای ما امروز بژی کردستان و بژی ایران و بژی وطن میگوین چهار تا جوجه که آمدن برای کومله ها بیج بیج میکنن ما بخوایم از اینا بترسیم شبیه تنزه دازه ما خیلی وقتی که از خودم میگم از طرق بازی این داستان ها دور بودیم من خیلی دوست دارم که یه فرصتی فراهم بشه بریم در اربیل نماز بخونیم اربیل هم شهر خداست چرا همش میگید اسرائیل حالا که این دریوزه ها از بالای کوه ها بلند شدن تو کشور ما ما تروریست و تجزیه طلب و گذار این روزها کم نگرفتیم همه فیلماشو برای شما در ویدیوهای پیش رو همشو بخش خواهم کرد حالا که بازی این شکلیه حالا که کاک مسعود و امسالون اون دریوزگی خودشون رو به اوج رسوندن ما هم دوست داریم بازی بکنیم ما هم دوست داریم فکر کردید الان همه شبکه رو می‌ریزید کف میدان همه هوادارهاشون و مخاطباشون رو جوگیر می‌کنید انگولک می‌کنید میارید کار به هم می‌ریزه نه بازی ادامه خواهد داشت عزیز من بریم بقیه رو ببینیم من دوست دارم که فیلم و عکس زیاد ببینیم من کمتر صحبت بکنم فیلم بعدی که مشاهده میکنید دیروز مفصل فیلم و عکس داشتیم بعد از موجسازی که علی کریمی و به اصطلاح خودمون این سلبریتی‌های پلشت سلبریتی های پلید علیه نیروی انتظامی داشتن دو سه فیلم پیدا کردن اونا رو هی تونتون بازنش میکنن معمور وسط میدان شاهرگش رو زدن گلوشو بریدن همه اینها دوستان یادآوری میکنم دیگه تکرار میکنیم بس ها. تک تک که میگن فیلم داره من به شما نشون خواهم داد معمور وسط میدان رفتن جنایتی بکنن علیه دختران رفته همون هوادارشون اومده علیه خودشون کسافت کاری بکنن این رفته بلند رو نجات داده خب همچین معموری رو مردم به شکل عجیب و غریبی دیروز هر کجایی که میدیدن میرفتن به سمتش و ازش تشکر میکردن گل پخش کردن بین معموران نیروی انتظامی در تهران شیرینی پخش کردن یه جایی هست این صحنه خیلی برای من جالبه دوتا تا دونه معمور نیرو انتظامی یه گوشه وایس مردم اول میرن سراغ اینا هیچ تشکر میکنن جمعیت زیاد میشه همه شروع میکنن تشکر کردن بعد یه رفعه، یک جمعیت میاد شروع میکنه به نفع مامورها شعار دادن یک شعار ساخته میشه در حمایت از اینها بچا کاری نمیتونن بکنن معمور نیرو انتظامی برای اینکه تشکر بکنن کار خاصی نمیتونن بکنن شروع میکنن سلام نظامی کردن به مردم ببینیم این ویدیو رو دمتون گرم دم سربازای وطن گرم دم اونهایی که مظلومانه این روزها شهید دادن گرم ما تمام قدر در کنار شما هستیم ما در حوزه رسانه رفقای خودمون رو قهرمان وطن رو تنها نمیگذاریم چون بازی رو فهمیدیم چون میدونیم که در فضای کلیتر چی داره اتفاق میفته بریم قوم یه سر بریم قوم ببینیم دیشب و دیروز چه خبر بوده این یک عزیزی هست داره حرفایی میزنه این حرفا در خوش مهمه ببینیم با هم دیگه این صحبت ها رو ما مثل شما سنگ به دست نمیاد ما چون دل نداریم سنگ بزنیم تو صورت شما ما میایم اینجا وای نیستیم داد میزنیم داد میزنیم التماستون میکنیم گول فضای مجازی رو نخور بازیگری که هر چی داره از این کشوره تمام شهرتشو مدیون این کشوره اگه تو اسمی شدی اگه تو چار میلیون فالوور داری همش از صدق سر این کشوره اگه ما بهت آنتن نداده بودیم که اینجا نمی شاختن حالا برای خودمون شاخی آقا تمام حرف همین بود پنج شب من جوون گریه مادر شهید دیدم خوابم نبار من چجوری منتظر باید شدم تا جامعه شه منم نمیگم برای چی نایمدید بیرون درگیر نشدید ما نگفتیم درگیر شد هشتاده هش اومدم تو خواب فکر کردم خوابم جا این کار هست. بعد از ده دقیقه زیر جمعیت کشور دوستا الان بحث بحث دولت نیست بحث بحث الهه بحث پرچمه از پل آهنگتی که اومدن اینا همه شال به پیشونی بسته از این شال سبزی ها که داشتن میگفتن مرد و فلان مرد و سلال پنگ ای مهره از روز روزخونه میپریدن پایم ما مگه زدیمشون نه اومدن دیدن بابا ما کجا اینا کجا حالا میگم در این جنگ مجازی این جنگ فتن سازی ما راهمان همین است شعارمان همین است خونی که در رگ ما هدیه به ما خونی که در رگ ماست هدیه به خیلی خوب این ویدیو رو با هم دیدیم ویدیوی بعدی که میخوام برای شما پخش بکنم تبریز هست تو تبریز مردم دوختن کف خیابونا شعار خیلی سری یه سری شروع کردن به پزشکیان فوش دادن چون پزشکیان یکی از کسایی که این تخم لق و کاش در فضای فارسی زبان ببین غربگرا الان فهمیدن باید بکشن عقب چون غربگرا بیاد وسط میدان شما هوشیار میشه میگه اه پس موج و امنیتی های اینا رو انداختن غربگرا فهمیده باید بیاد عقب نقاب سلبریتی بزنه سلبریتی رو میندازم جلو تخم حرام در بین سلبریتی هم زیاد دارم میندازم جلو دیوس بینشون زیاد دارم میندازم جلو اونا موجو مدیریت میکنن الان که این سلبریتی ها آمدن وسط میدان و قرگرها کشیدن وسط سناریوی ها اینه فقط بگید کشته شد رو کشته شد مانو سوزن رو روی نگه دارید خب پزشکیان یکی از کسایی است که به شدت روی این مانو داد مردم توی تبریز شروع کردن یک جمعیت عظیمی بین آن کسانی که آمده بودن اعتراض و مقابله با کسانی که آشوب کردند اینا شروع کردن شعار دادن علیه پزشکیان یک جمعیت وسیع همه مرگ پزشکیان میگفتن چه سانسورش کرد ببینیم این ویدیو رو ویدیوی هست از تبریز با مشت گره منافق مسلح اعدام باید خیلی خوب این بخش رو شروع کردن شعار مرگر پزشکی دادن رسانه برای اینکه بتونه سانسورش بکنه یک موسیقی رو پخش ولی بازم نشد دوستان یه چیزی رو لازم و ضروری هست خدمت شما یادآوری کنم بخشی از کسانی که خیابان هستن بچه های هیجان زدن بچه های هیجان زدن فیلماش هست که بعضی از این خانواده‌هاشون دارن پیام میدن بلش بیا خونه بعد او همچنان میگه نه فعلا دوست دارم باشم خطری برام نیست خونه یا بلش بیا خونه اینجا جای تو نیست بعضی اینا بچه هیجان زدن بعضیشون جوکرهای ایرانی هستن مدل عراقیش عراقیا یه گروهی هستن به نام جوکر توی ناآرامی ها اومدن کف خیابون اینا بچه مثلا 13 ساله سیگار به دست و چوب به دست اومده و کف خیابون سیگار به دست و اصله به دست اومده و کف خیابون که بخشی از هواداران مقتدا هم اخیرا شما اگر نگاه میکنید که مسلحین همین بچه‌ها رو میدید این همون جوکرای عراقی بخشش اینان بخشش داعشی ها و مسلحین هستن اومدن کف خیابون این ترکیبی است از کسانی که این روزها کف خیابان تهران هستن چون تبریزی ها گفتن فتنه اعدام باید گردد منافق مسلح ممکنه برای شما شا... سوال شده باشه که اصلا چیه لازم باید رو توضیح بدم اینجا متروی تهران فیلمی که خواهیم دید شعار دادن های مردم در متروی تهران علیه دیوس هایی که به آنها سلبریتی میگویند را میبینید ببینید ویدیو رو خیلی خوب ویدیوی بعدی رو هم ببینیم شوکی که شما نگاه میکنید از معصوم علیجاد قومی کلا و امثال که به شدت حیرت زار میزن روی دورین به خاطر همینه به خاطر اینکه موج خوابید موجی که تلاش میکردن زنده نگه دارن به یکباره خوابید میخوایم بریم یک ویدیو ببینیم از امیر کرمانشاهی امیر از نظر من بیشتر از این که یک چهره مذهبی یک سلبریتی محصبیه. فردی که بین نسل جوان انقلابی حزب و مذهبی داره شناخته میشه و البته خیلی جاها شناخته شده وزن خودش هم داره او اینجا در شرایطی که وطن نیاز به کمک داره با خودش نگفته که من الان اگه بخوام حرفی بزنم مخاطبم میریزه فالوورام فالوورامو چیکار کنن من امار انقلاب هستم در طول سال امار بازی کردم حالا من در آینده نظام به مخاطب من نیاز داره من باید با احتیاط برم با تیمم بشینم یه محتوایی بسازم که همه خوششون بیاد یه محتوای مبهمی که هم اینو بگه هم اونو بگه اونا رو بعد منتش امیر این کار نکرد بلند شده اومده وایساده پشت یه نیسان و فریاد میزنه هشدار میده به کسانی که این روزها کارهایی دارن میکنن عجیب غریب 16 درصد کسایی که در اعتراضات اخیر آمدن خودشان به خودشان تعرض کردن خیلی حرف عجیبی دارم میزنم درسته ویدیوهای من رو ببینید مفصل برای شما فیلمای خواهم داشت پلیس رفته یه سری از اینا نجات داده باور نکردنی درسته همش رو خواهیم ببینیم امیر کرمانشاهی رو این روزها در چه شهر خیلی خوب این ویدیو رو با هم دیدیم بریم ویدیو بعدی رو ببینیم دوستان این ویدیو که روی صحبت من مشاهده می‌کنید فیلمی هست از تهران بخش کوچکی از جمعیت تهران رو با یک سرعت خیلی بالایی تصویر داره سعی می‌کنه که نشون بده و به اصطلاح خودمون به نمایش در بیاره من خیلی برای شما دوست داشتم از جاهای دیگر از نقاط دیگر کشور هم فیلم‌های رو ببینیم متاسفانه حجم فیلم‌های منتشر شده خیلی بالاست برای اینکه به شما اثبات بشه که دیروز چقدر جمعیت پرشور بوده دعوتتون میکنم برید سراغ کانال تلگرامی من معمولا این کارو نمیکنم خوشم نمیاد یه جور شبیه اینی که به زور میخوای مثلا جذب فالوور داشته باشید ولی برید اون فضا رو ببینید که متوجه بشید جمعیت دیروز به چه وضعی بوده و به چه شکلی آمدن برای دفاع از وطن این روسا و در شرایطی که وطن آماج حملات همه است پهلوی اومده وسط میدان ساز منافقینی اومده تجزیه طلب وسط میدان با ملی گرا اصلا دمتون گر شما شاهکاری اون شبکه‌ای که تونست همتون رو به خط بکنه من باید بهش آفرین بگم سر تعظیم فرود میارم به سمت شما که همه اینها رو تونستی به خط بکنی سلبریتی ها رو هم آوردی از قرگرات هم بلد بودی که چطوری باید استفاده بکنی ولی ما پای وطنمون هستیم یه نفرم باشیم پای وطنمون هستیم چون ما نیت کردیم و بنامون رو بر این گذاشتیم که کفنی داشته باشیم از جنس پرچم وطن آخه من خیلی حال نمیکنم که شبیه بقیه بخوام زندگی بکنم با پارچه سفید چون معمولا همه توی ایران با پارچه سفید وداع میکنن با این دنیا نه دوست دارم پرچم وطن باشه خیلی های دیگری مثل ما هستن این روسا همه در کنار وطن ایستادن ما شاله دیروز جمعیتی که پرشور آمد که بخشش اصلا محجبه نبود بخشی از این جمعیت محجبه نبود و آمدن برای اینکه از وطن دفاع بکنن خیلی سری حرفاشون رو زدن چون هوشیارن جامعه هوشیار شده نسبت به بازی که ابن الحرام ها به راه انداختن علیه وطن افتخار میکنم به رفقای خودم افتخار میکنم به آنهایی که کنار ایران ایستادن این موج مدیریت خواهد شد کما که الان افول پیدا کرده امید دارن و یه خورده با کمک دانشگاه ها و یه خورده با کمک مدارس و الان این فضا و این فست که راه افتاده اینو احیاش بکنن مون یه پیوندی باید بخوره ببین موج سقوط کرده اینجا میخوان با کمک دانشگاه و مدرسه احیاش بکنن یه فاصله ای هست چجوری این فاصله رو پر بکنیم بعد یه سری آدم بیارم به اینا بگم آقا جون اصلا دعوای منو و شما که مخاطبم هستی دعوای تجزیه طلبان نیست ما اونا کاری نداریم ما صرفا میم اعتراض میکنیم خشونت هم نداریم تجزیه طلبان ما ازش خوشون میاد اخ 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 دیدی در طول سال ما فوشش میدادیم الان هم داریم فوشش میدیم ولی در میدان هستیم همتون در کنار همین عزیز من یه تیکه تو فیلم مختار نشون از تاریخ اونایی که تاریخ مرور کردن میدانن آنهایی هم که مرور نکردن فیلمو دیدن یه نفری بود از رفیقای مختار میگفت باید بریم شم رو بکشیم فلان کنیم مختار گفت لام از سب دو دقیقه بشین مدیریت میکنم فضا رو بشین ببین من دارم چه غلطی میکنم این آدم یک جایی به خودش میاد میبینه که از لج مختار رو در دشمنی که با مختار داشته به خودش اومده شده پیشنماز شمر خیلی ها طرف میگفت باید شمر کشته بشه بعد با یاران خودش به جنگ افتاد رفت شد پیشنماز شمر بعد توسط همون هم کشته شد چون یه جایی به خودش اومدید ا مثلا بازی رو اشتباه فهمیده امروز بسیاری در حال رنگ عوض کردن هستن دشمن همه مهره های خودش رو داره میسوزونه چون فکر کرده الان وقتشه الان اگر نتونم آخه ببین شما من بدون تعارفش رو بگم کل دنیا آمدن پای کار ایناد یا اپوزیسیون ایران اگر با این همه توانی که اومده همه سلبریتی های دنیا درباره ما صحبت کردن تو الان نتونی نظام عوض کنی دیگه هیچ وقت نمیتونی اینا این شکلی دارن فکر میکنن اون وزیر اون خارجه آمریکا اومده گفته که من به ایلان که اجازه میدم نمیدونم فلان چیز اینترنتی اونم چی چی بکنه که وضعیت بهتر بشه میخوان همه چیز رو پایدار نگه دارن یه قسمتی موج فعلا افول کرده ببینن با کمک ملیگرایی میتونن احیاش بکنن یا نه که اگر بتونن احیاش بکنن بعد به جماعتی که امروز خموش شده ان میگن که ببین خودشان هم آمدن آنهایی که درود بر نظام میگفتن هم آمدن آنهایی که درود بر عزت نشان میگفتن هم آمدن پس شما بیاد تو چقدر ابلهی وقتی که اینا فهمیدن بساتش باید جمع بشه تو چرا نشستی تو خونه این فتنه فتنه ای ابن الحرام هست این بازی بازی احزابه که خیلی ها در آن خودشان را نشان دادن ما سریحتر تر حرفای خواهیم زد من دیروزم توی کانال گفتم بعضی ها پروژه بگیر هستن توی این پول میگیرن یه کاره بکنن بعضی پروژه هن. یه آدمی پشت فرمون یه آدم نشسته اون اون آدم داره اینو مدیریت میکنه این پروژه است اصلا با این نمیشه حرف زد با این نباید حرف زد این اصلا بازی نیست و از این در همه جا داریم هم در جریان انقلابی داریم یه سری این پروژه ها خفه شدن طرف میخواست پروژهش نسوزه فعلا بشین یه محتوایی برای جور بکنم یه محتوای همه خوششون بیاد اونو بعدا میدم منتشر کنی یه سری های دیگر رفتن در میدانی دیگر اونا هم پروژه بودن پروژه که دیگری هم دارم حرف زدم نه خیلی حرفو دارم برای وطن این روسا لازم هست سراحت داشت و با هزینه داد دوستان کنار پرچمتون واسید تمام قدر از وطن دفاع بکنید نترسید در شرایطی که فضای مجازی رو با کمک یه مش منگول یه مش مونگول به اسم سلبریتی سلبریتی که خودمون آدمشون کردیم میخوان به هم بریزن وسط این میدان باشی از وطن دفاع بکنید ایران فدایی خیلی زیاد داره توی فضای مجازی هر حرف مفتی میخواید بزنید ما تمام قد وسط میدان در کنار وطن در اوج فتنه ها هستیم و این فتنه به یاری خدا به لطف حضرت الله به زودی در, ز... در دامن سعودی در دامن اه... کاک مسعود که امروز مزدورهاش در مقابل بژی ایران بیج بیج میکنن به زودی در دامن اسرائیل خواهد افتاد نکته دیگه ندارم اگر احساس که این نکته ای از ازتون در قالب پیام برای بفرستین وقتتون بخیر